سرخط خبرها. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران به حوثی‌های یمن موشک داده. تهران شواهد نیکی هیلی را ساختگی خواند. انتقاد ولادیمیر پوتین از آنچه که بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها خوانده. رئیس جمهوری روسیه میگوید واشنگتن به فعالیت‌های تندروها در سوریه اعتنا نمی‌کند. لغو قانون بی‌طرفی اینترنت در کمیسیون ارتباطات آمریکا. دست ISP‌ها برای پول گرفتن از وبسایت‌ها باز می‌شود. و بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در 3 دهه. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید دست کم 262 نفر. ترکیه در صدر فهرست. ایران اتهامات آمریکا در مورد کمک نظامی به حوثی‌ها در یمن را غیر مسئولانه و بی‌اساس خوانده. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل صحبت‌های نیکی هیلی نماینده آمریکا را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنگ عربستان در یمن توصیف کرد. اشاره به کنفرانس خبری نیکی هیلی است که در آن او مقابل آنچه بقایای یک راکت به نظر می‌رسید صحبت می‌کرد و گفت این موشک در ایران ساخته شده و در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن قرار گرفته. همانطور که می‌دانید ما معمولاً اطلاعات مربوط به بقایای سلاح‌هایی که به دست می‌آوریم را افشا نمی‌کنیم، اما امروز مایلم در یک حرکت استثنایی این اطلاعات را اینجا ارائه بدم. در این انبار شواهد روشنی از تولید سلاح‌هایی وجود دارد که با آنها به متحدان ما حمله شده. پشت سر من یک نمونه است. اینها بقایای به دست آمده از موشکی است که حوثی‌ها از یمن به فرودگاه ریاض در عربستان شلیک کردند. شما همچنین آرم صنایع دفاعی شهید باقری را بر روی این سلاح‌ها می‌بینید. ایرانی‌ها اجازه می‌دهند چنین سلاح‌هایی به طرف غیر نظامیان بی‌گناه شلیک شوند. باید این کار متوقف شود. ما به جلب حمایت جامعه جهانی ادامه می‌دهیم تا بگوییم مسئله برجام نیست، بلکه اقدام‌های دیگر ایران است. رئیس جمهوری با کنگره کار خواهد کرد تا رفتار ایران را مهار کنیم. ما الان بر روی برجام متمرکز نیستیم، بلکه تمرکز ما بر روی تهدید ایران است. نیکی هیلی بود، نماینده آمریکا در سازمان ملل. خبرنگار ما هادی نیلی هم از واشنگتن به ما پیوسته. هادی، از تمام روز صبح همه در انتظار بودن که خانم هیلی چه خواهد گفت و انتظار می‌رفت که بگه که مدعی بشه ایران ناقض تعهدات بین‌المللی بوده. قدری بیشتر برامون از این کنفرانس خبری بگو. بله نادر، خانم هیلی در این کنفرانس خبری که در مقر سازمان اطلاعاتی ارتش آمریکا در واشنگتن بود، دو گواه داره آمریکا که نشون میده که ایران موشک داده به حوثی‌های یمن. یکی این که به گفته خانم هیلی، به گفته آمریکا، این بقایایی که پیدا کردن از موشکی که حوثی‌ها به عربستان شلیک کردند، این بقایای موشک بالک نداره. بالک‌های موشک در واقع بالک‌هایی هستن که کنار موشک هستن و ضمن اینکه برد موشک رو کوتاه‌تر می‌کنن، اما مسیر اون رو دقیق‌تر می‌کنن و در واقع به ادوات تثبیت کننده‌ای برای موشک هستند. خانم هیلی میگه که این بقایا بالک نداره و به گفته او تنها موشک کوتاه بردی که در دنیا شناخته شده که تولید میشه موشک قیام یک هست که بالک نداره. خود مقام‌های ایرانی هم در سال‌های گذشته وقتی از موشک قیام یک رو نمایی کردند، این رو یکی از ویژگی‌های موشک خونده بودند. یک نشونه دیگه ای که خانم هیلی مدعی هست ثابت میکنه این موشک‌ها رو ایران به حوثی‌ها داده، این هست که او میگه نشان گروه صنعتی باقری که از تولید کنندگان، از دستاندرکاران تولید موشک قیام یک هست، روی بدنه این موشک پیداست، یا حداقل بخشی از این نشان پیداست. ادعایی که قبلا هم مطرح شده بود، ولی مقام های سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که در مورد میزان پایبندی ایران به برجام امروز منتشر کرد و به این ماجرای موشک ها هم اشاره کرد، اینها سازمان ملل از کنار این ادعاها به این معنی گذشته که رد یا تکذیب نکرده، ولی گفته که این چنین اظهار نظر کارشناسی و چنین برداشتی منتقل شده به سازمان ملل.
هادی، همه این اتفاقا همزمان شده با اون فرصت 60 روزه‌ای که کنگره آمریکا داشت تصمیم بگیره راجع به توافق هسته‌ای با ایران، راجع به تحریم‌ها که نهایتاً کاری انجام نداد، توپ رو دوباره پاس داد به کاخ سفید تا آقای ترامپ تصمیمش رو بگیره در این زمینه در ماه ژانویه. اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ چه تأثیری میتونه کنفرانس خبری امروز داشته باشه و این اتهامات داشته باشه بر تصمیم آقای ترامپ؟ شاید بشه گفت دولت ترامپ که در چند ماه اخیر تلاش میکرد اروپا و جامعه جهانی رو قانع بکنه و همراه خودش بکنه که به گفته مقام های آمریکایی ایران داره برجام و توافق هسته‌ای رو نقض میکنه یا به گفته اونها روح برجام رو نقض کرده، شاید آمریکا از صرافت این افتاده و الان پیگیر این هست که این ادعا رو دنبال بکنه که ایران قطعنامه 2231 رو داره نقض میکنه، قطعنامه شورای امنیت که بعد از سرگرفتن برجام تصمیم شد در شورای امنیت سازمان ملل و ناظر هست به اجرای برجام و آمریکا میگه که این صدور موشک به یمن و در اختیار قرار دادن اون برای حوثی ها که به عربستان شلیک بشه نقض این قدم است. هرچند کارشناسانی که در امور برجام پیگیر هستن و مخالف موضوع کنونی دولت ترامپ هستن میگن که خود این قطعنامه 2231 هم درباره برجام، درباره بقیه رفتار ایران در منطقه نیست. خود نمایندگی ایران در سازمان ملل هم این ادعاهای خانم هیلی امروز در واشنگتن رو تکذیب کرده، اونها رو نشون دهنده دستور کار آمریکا برای افزایش فشار بر ایران خونده و اینکه گفته اینها این گزافه‌گویی‌ها به قول مقام‌های تهران برای لاپوشونی جنایت‌های جنگی عربستان در یمن هست. هادی متشکرم، ازت هادی نیلی در واشنگتن. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی کانادا الان با ماست. آقای حسنیاری، عذابی شما چه هست از صحبت‌های خانم هیلی و اتهاماتی که وارد آورده؟ همونطوری که خانم هیلی اشاره کرده، معمولاً آمریکا چون این اخباری رو منتشر نمی‌کنه. انتشار این خبر نشانه این هست که آمریکا به طور جدی در پی این هست که سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل رو با خود همراه بکنه در اثرگیری بخشی از تحریم هایی که در گذشته لغو شدن و به خصوص تحریم های جدیدی که در ارتباط خواهند بود مستقیما با برنامه موشکی. البته کشورهایی هستند که همچنان ایران رو بیگناه در این زمینه میبینند، ولی اگر که گفته های خانم هیلی و شواهدی رو که ارائه داده قانع کننده باشند، به طور قطع تاثیر خواهد گذاشت بر تصمیم گیری کشورهای دیگر و شورای امنیت. قدی از اون برامون بیشتر بگید، چه اشکالی میتونه این تأثیر گذاری به خودش بگیره در نهادهای بین‌المللی؟ ببینید، در کنار گفته های مقامات آمریکایی در مورد انتقال این موشک ها از ایران به یمن، اگر به گفته بعضی از مقامات ایران توجه بکنیم در روزهای اخیر گفته شده، از جمله گفته های سردار جعفری رو که به زودی شاهد پیروزی یمن خواهیم بود و اینکه اون چیزی که در منطقه میگذره در به دنبال پیروزی های پی در پی دشمنان علیه دشمنان انقلاب اسلامی است و انشاءالله در آینده نزدیک در یمن شاهد پیروزی خواهیم بود و گفته های از این قبیل، اینها به طور زمینی تأییدی است بر اینکه ایران در امور داخلی یمن دخالت میکنه و در نتیجه دست آمریکایی ها رو باز میگذاره برای فشار آوردن بر کشورهای دیگر. در نتیجه این گفته ها به نظر من نوعی اعتبار میبخشه به ادعاهای آمریکا و عربستان سعودی و این به طور قطع از نظر دیپلماتیک برای ایران گران تمام خواهد شد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی کانادا، متشکرم از صحبت با ما. همطور که اشاره شد، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته پیروزی در جبهه یمن نزدیک است. محمد علی جعفری گفته در طول دو دهه گذشته پیروزی های به دست آمده و حالا به گفته او نوبت تثبیت این پیروزی هاست. عربستان، آمریکا و دیگر متحدانشان ایران را به دخالت در جنگ یمن متهم می‌کنند، اتهامی که تهران رد می‌کند، گرچه آقای جعفری اخیراً گفته بود تهران به شبه نظامیان حوثی کمک مستشاری می‌کند. رئیس قوه قضاییه ایران محمود احمدی نژاد را به سیاه نمایی و فتنه‌گری علیه حکومت متهم کرده. رئیس جمهوری پیشین اخیراً در نامه‌ای با آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داد که اعتماد مردم به دستگاه‌ها مدت‌هاست که از خط قرمز عبور کرده. صادق آملی لاریجانی گفته با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه را رهبر انتخاب می‌کند، هدف آقای احمدی نژاد این است که بگوید آیت‌الله خامنه‌ای مقابل مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده.
رئیس جمهوری روسیه آمریکا و متحدانش را متهم کرده که نسبت به فعالیت‌های گروه‌های تندرو در سوریه و عراق بی‌تفاوتند. به گفته ولادیمیر پوتین، واشنگتن به اطلاعاتی که مسکو در اختیارش گذاشته بی‌اعتناست. او همچنین گفت روسیه و سوریه نمی‌توانند به تنهایی مشکل میلیون‌ها پناهنده را حل کنند. صحبت‌های آقای پوتین همزمان شده با خروج بخشی از نیروهای کشورش از سوریه. مجید افشار گزارش می‌دهد. پایگاه هوایی ایرکوتسک. اینها بمب افکن‌های روسیه هستند که با پایان عملیاتشان در سوریه به خانه باز می‌گردند. عملیاتی که با چراغ سبز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 2 سال پیش آغاز شد و ورق را در سوریه به نفع دولت بشار اسد برگرداند. حالا با شکست گروه‌های تندروتر و قدرت گرفتن دولت دمشق، قرار است بخش بزرگی از این نیروهای روسیه به خانه بازگردند. هزاران کیلومتر آن طرفتر در مسکو، رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری پایان سال شرکت کرده. فرصتی کمیاب برای بیش از 1600 خبرنگار داخلی و خارجی. چندین ساعت سوال و جواب. از ورزش و اقتصاد گرفته تا اتهامات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. او با رد این اتهامات اما اتهاماتی تازه علیه آمریکا مطرح کرد. از جمله اینکه در جنگ علیه تروریسم به خصوص در سوریه و عراق واشنگتن در مقابل رشد بنیادگرایی بی تفاوت بوده. در سوریه مهم است که بازیگران اصلی هوس استفاده از تروریست‌ها برای رسیدن به اهدافشان را نکنند. القاعده درست شد که با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بجنگد، ولی در نهایت آنها در 11 سپتامبر به نیویورک حمله کردند. برای مثال همین حالا نیروهای هوایی ما می‌بینند که تروریست‌ها و تندروها وارد عراق می‌شوند. بعد به عراق و آمریکا اطلاع می‌دهیم، ولی آنها هیچ پاسخی نمی‌دهند. شاید چون فکر می‌کنند می‌توانند از این نیروها در جنگ‌های آینده‌شان استفاده کنند. شاید راه راحتی به نظر بیاید، ولی در این حال خطرناک هم هست. همزمان او از بحران انسانی در سوریه گفت، از اینکه سوریه به تنهایی قادر به حل مشکلاتی که بر سرش آوار شده نخواهد بود. در ژنو امروز تلاشی دیگر به رهبری سازمان ملل برای نشاندن نمایندگانی از دولت سوریه و مخالفان بر سر یک میز. تلاشی که هدفش یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز و سیاسی برای پایان چندین سال جنگ داخلی در این کشور است. استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از آقای پوتین خواسته بشار اسد را برای برگزاری انتخاباتی جدید در سوریه ترغیب کند. سوریه اما همچنان صحنه درگیری است. امروز گزارش‌هایی از کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی در حمله جنگنده‌های ائتلاف به روستایی در استان دیرالزور در شرق این کشور منتشر شده. آمریکا این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید در تلاش است آخرین پناهگاه‌های داعش در سوریه را پس بگیرد. نشانه‌های واضح از اینکه جنگ در سوریه پایان نیافته. مجید افشار، BBC. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در 30 سال اخیر بی سابقه است. به گفته این نهاد بین‌المللی بیش از 260 روزنامه‌نگار به خاطر حرفه‌شان زندانی‌اند. ترکیه با 73 زندانی در صدر این فهرست است. ژرگل گزارش می‌دهد. افزایش شمار روزنامه‌نگاران زندانی هر سال بر تعداد زندانیان روزنامه‌نگار در جهان افزوده می‌شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک در گزارش سالانه خود از سخت‌تر شدن شرایط کار برای روزنامه‌نگاران در جهان خبر می‌دهد. طبق گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در طول سال جاری میلادی 262 روزنامه‌نگار بازداشت شده و همچنان در زندانند. این آمار شامل افرادی که دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند نمی‌شود. در این گزارش ترکیه با 73 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان توصیف شده. چین با 41 روزنامه‌نگار زندانی و مصر با 20 زندانی در رتبه‌های بعدی هستند. در ایران هم دست کم 5 روزنامه‌نگار همچنان زندانی‌اند. نام ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه آسیا، یغما فشخامی، خبرنگار سابق روزان، آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار روزنامه ایران، ساسان آقایی، روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد و سعید پور هیدر، روزنامه‌نگار ایرانی که مدتی پیش از آمریکا به ایران بازگشته بود، در گزارش کمیته حمایت روزنامه‌نگاران آمده است.
این کمیته تأکید کرده که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ممکن است بیشتر باشد و آمار ارائه شده تنها مربوط به روزنامه‌نگارانی است که ارتباطشان با نهادهای مطبوعاتی رسما تأیید شده است. یکی از روزنامه‌نگاران زندانی که در این گزارش به او اشاره شده، احمد شیک، روزنامه‌نگار ترکیه است. این مصاحبه سال 2012 با احمد شیک در استانبول است. امنیت و یارگ من داشتم درباره نفوذ جنبش اسلامی گولن در پلیس و دستگاه قضایی تحقیق می‌کردم که دستگیرم کردند. او در سال 2011 به اتهام نوشتن کتابی به نام ارتش امام که نفوذ جنبش گولن در دستگاه‌های دولتی را فاش می‌کرد، زندانی شد و یک سال بعد با وثیقه آزاد شد. در آن زمان جنبش گولن از متحدان رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه محسوب می شد. اما پس از کودتای پارسال آقای شیک بار دیگر بازداشت شد، این بار به اتهام ارتباط با جنبش گولن، جنبشی که دولت ترکیه آن را عامل کودتا می خواند. بیش از 75% از روزنامه‌نگاران در این گزارش به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی و با استفاده از قوانین ضد تروریسم در جهان بازداشت شدند. 21 روزنامه‌نگار هم به اتهام انتشار خبر جعلی دستگیر شدند. عبارت خبر جعلی ابتدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه روزنامه‌نگاران مطرح شد. او مطبوعات منتقد را به انتشار خبر دروغ علیه خود متهم کرد. شگردی برای بی اعتبار کردن روزنامه‌نگاران. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعدادی از رهبران خودکامی دنیا بسیاری از روزنامه‌نگاران را به اتهام انتشار آنچه خبر جعلی می‌خوانند زندانی کردند. ژیورگل، بی بی سی.